عزیزا سلام، وقت همه تان بخیر، خسته نباشین. ما همچنان در جاغوری زیبا هستیم و در مجتمع ورزشی و تفریحی شهید یاسین، یکی از زیباترین مکانهای جاغوری. و ای هم فاطمه جان. دوستای عزیز ما سلام، آرزو میکنم که هر کجا که هستین خوشحال باشین، کنار عزیزایتان، کنار خانوادهایتان. دیگه عزیزا ما بازم در جاغوری هستیم، سفر ما جریان داره، گردشگری ما. امروز آمدیم تا یک پارک که من واقعا متعجب شدم که چنین پارک در اینجا وجود داره، ولی خوشبختانه که هست. البته اینجا مردم با خانوادهشان میاین، تفریح میکنن، میبینن، گردش میکنن و یک چند ساعتی حال دلشان خوشحال میکنن. دیگه خیلی خوشحال هستم که یک جای اینجا وجود داره و ما و محمد رضام امروز آمدیم که گردش کنیم با شما عزیزم. آره عزیزم، ما که آمدم عزیزم، امور خانم که فاطمه جان متعجب شده بود، من متعجب شدم. در چنین جایی، در چنین فضایی، اینطور یک جای واقعا نیاز بوده، واقعا قشنگه و واقعا زیبا ساخته، با این که کارش هنوز تکمیل نشده. البته عزیزم، از این پارک، این پارک خود ما از زمین یوتیوبرهای عزیز جاغوری دیدم و سراغ گرفتم و امروز شما این پارک با وجود که زیاد دیدین، امروز بیاین این پارک از زاویه دید یا از دوربین رضا و فاطمه ببینین. آره، این پارک عزیزا هم بخش ورزشی را داره، یعنی مجتمع ورزشی هست و هم در کنارش تفریحی هست. آره، و فکر میکنم که مسابقات هم اینجا برگزار میشن. هم رضا؟ آره، مسابقات ورزشی برگزار میشن. دیگه مردم اینجا میاین با دوستایشان، با خانوادهایشان، با هر کس که دوست میداشته باشن و چند لحظه ای را خوش میگذرانن. عزیزا اینجا گلای رنگارنگ وجود دارن، درختچه های قشنگی را ساختن و همی تابلوهایی که نقشه همی مجتمع را نشان میده در اطراف اینجا زده، اگه کارش تکمیل شه واقعا خیلی جذاب میشه، خیلی عالی میشه. دقیقا عزیزا، دست کسی که چنین جایی را ساخته درد نکنه، عالی است، بی نظیر است، حرف نداره. بیاین عزیزا بیشتر ببینیم و حرف میزنیم. خب فاطمه جان، چی رو میبینی؟ اینجا میدان بسکتبال هم است. آره. و در وسط زمین جال والیبال هم زدن که اگه خواستن والیبال بازی کنن هم میکنن و اگه بسکتبال بازی کنن جال والیبال هم میبردارن. و در او پشت سر هم که است میدان فوتسال دیدن میشه. آره. آره، از فوتبال فوتسال، چون زمینش خرطرک است. دقیقا. این عزیزو، شما اگر علاقمند یعنی سه ورزش یا چهار ورزش که باشین، اینجا میتونین بیاین بازی کنین. آره. فوتسال، والیبال و فوتبال، بسکتبال. البته زمینش خیلی معیاری جور کرده، همون سیستمی که ما در تلویزیون میبینیم کشورهای خارجی بازی میکنن. آره. فکر کنم اونم هم با تبلیغات خیلی قشنگی که در اطراف میدان وجود داره، رنگای خیلی قشنگی استفاده شده. و اینی چنکی تماشاگرا را با هم میریم میبینیم عزیزم که وقتی اینجا قرار بگیری چقدر مسابقه لذت بگیری. لذت بخش است. سلام مونده نباشی. یعنی عزیزا ببینیم ماشالله، ماشالله خیلی قشنگ ساختن. چی ترکیبی رنگی. آره، چنکی ها رنگ ها اینجور کرده. دیگه این زمین رو ببین محمد رضا جان، زمین چقدر قشنگ جور کرده. آره، فرش مصنوعی را خیلی قشنگ کار کرده اینجا، خیلی عالی. دیگه خیلی طبیعی به نظر میرسه از دور، ولی وقت نزدیک میایی میبینی که شبیه فرش هستن. فرش داره، فرش مصنوعی. آره. فرش مصنوعی و اینجا فوتسال، فوتسال هست، میتونه فوتبال هم بازی کنه. آره دیگه، واقعا زیبایی نه فاطمه جان؟ آره، خیلی قشنگه، حرف ندارم. شما عزیزایی که میایین بخیر، از هر ولایتی که بیاین اینجا پذیرایی شما میشه. شما میتونین اینجا مسابقات تی فوتبال و فوتسال و والیبال برگزار کنین، میتونین چکر بیاین، میتونین تفریح کنین و
میتونین خوشحال باشین اینجا. دیگه ما خیلی خوشحال هستم، خیلی زیاد. خب دمی مستمع ورزشی که حال آمدی محمد رزانه، ایره قدر میاری و استاندارد میبینی؟ دوست داشتی که ورزشکار میبینی یا تماشاچی؟ خب به هر حال جایی است که هم ورزشکار میتونه لذت ببره و هم تماشاچی، درسته؟ جایی تماشاچی عزیزم میاریست، چوکی ها بسیار خوب چیده شده. دیگه بیاین ما یک درد دل بگوییم یا یک صحبت بگوییم یا یک نمیفهم چی نام زیر بانم همراهتان قصه کنم. یک گپ است، یک سوال است که چرا مردم جاغری رو باید دوست داشته باشیم، چرا سرزمین جاغری رو دوست داشته باشیم عزیزم؟ من فکر میکنم مردمی که به ورزش اهمیت میده، مردمی که به باغبانی و محیط زیست و درخت و آب اهمیت میده، مردمی که به فرهنگای قدیمی خود اهمیت میده، مردمی که به تحصیل و تعلیم و دانش اهمیت میده، پس اینمی دلایل محکم یک آدم بگویم چرا مردم جاغوری رو دوست نداشته باشیم. واقعا دوست داشتنی هستند، واقعا خوبن. عزیزان ما این رقم ولسوالی، ما 300 و چند دانه ولسوالی در سطح افغانستان داریم، درسته؟ و وقتی در جاغوری بیاین مطمئن هستم که یک ولسوالی متفاوت را میبینین، مردم مهمان نواز را میبینین، مردمی که پیشتر گفتم به ورزش، به محیط زیست، به تعلیم و تحصیل و همه اینا اهمیت میتن. پس ما درود میفرستم به تمام عزیزایی که چنین کارهایی را میکنند، چنین جاهایی را میسازند و تمام دستاندرکارهای عزیزی که باعث و بانی شده تا چنین جایی را بسازند. شما وقت در این مکان قرار بگیرین و هم مثلا با وضعیتی که ما و شما تجربه میکنیم، وضعیتی که دیدیم در افغانستان، قطعا که حسی متفاوتی دارین، قطعا که حال خوش را دارین. پس چه خوب عزیزا که باشیم اینجا، پس چه خوب عزیزا که چنین جایی وجود داره، و پس چه خوبه حق را حق بگوییم، سیاه را سیاه بگوییم، سفید را سفید. خواه عزیزم بینالی آقا فاطمه جان، مسابقه داریم، ببینیم که کی برنده میشه. فاطمه یک دفعه دروازه میشینم، من توبه میزنم، یک دفعه من میشینم، فاطمه میزنم دروازه. خوبه؟ بینال دیگه ببینیم درک معلوم میشه. چیزی قد بغل کنشده های دروازه را، دروازه را قطاک ده فاطمه. اگه تم آره اسفات های دماغ خیلیم یک گل حساب کدیم. آره یک گل حساب کن سه یک گل اینال میزنم دیگه یک صفر یک صفر حساب کن یک صفر حساب کدیم. آره خب گل جدا یه خبری نشد ها؟ چهار چند تا تخلص کنم؟ من تو یک توب دیگه جایزه میدم. آره بابا من دستی اول نمید تو خدا سوش خلص بود بون کدی. آره فاطمه اکتا دروازه در خطانه شاید دیگه. آره یک دو اینه گل چه در من دوست دارم در توب بازو بینیم دارم درم کنه فاطمه جان از یک دمه باختی خوشحال هستی یا ناراحت؟ نه باختم، به خدا که نه باختم. بفهمی من دفعه اولی هست که در زمین فوتبال فوتسال قرار میگیرم، اولین دفعه هست که من توپ شوت توپ شوت میکنم. این قدر توپ در نظام جایزه بیدی. نه آفرین، عالی بود. ولی من دوست دارم در توپ بازم. من دوست دارم در توپ بازم. دیگه یک مسابقه عادلانه بود عزیزا.
ولی چون فاطمه جان میگه بار اولین بود، به نظر من در بار اول خیلی خوب بود. تو پیش فقط اول کمی دقت نداشت، بعدش دقت شمالی شد، یک گل هم زد، مساوی کردیم. خوبیه تو از ما بگیر. آره بر تو بگیر. مقصد هم گل نکنی. توبر بگیر دیگه از پیش پیش کوشش که توبر بگیر. آفرین آفرین توبر گرفت. ها فوتبالیست کی بودی تو؟ وای خدا خیلی احساس خوشایندم محمد میسا عالیه. خوش به حال فوتبالیست، خوش به حال فوتبالیست ها و خوش به حال مردم عزیز جاغری. و آدم باید خیلی تشکری کنه از کسی که چنین جایی را ساخته و همچنان میسازه. زاد تنهای جایی نیسته، جای زیادی است که برای ورزش، برای برنامه فرهنگی فوتبال. یک دقیقه فوتبال کردم یک حالا مانده شدیم. آره خیلی عالیه، خیلی خوبه. و اگر در جاغری هستین از زاد، اگر از انگوری حتی دورتر هستین، لطفا هفته یک بار بیاین اینجا از ته دل فوتبال کنین، از ته دل خوش بگذرانین، تفریح کنین. و امیدواریم که زندگی مردم جاغری همین رقم که هست از یک قدم خوبتر شوه، پر رونقتر باشه دیگه. همین دیگه ما و فاطمه جان البته بگویم از که چی رو دیدیم، سالون رو دیدین عزیزا یا زمین فوتبال و فوتسال شد دیدین، ولی بریم پارکش هم میبینیم دیگه. کم کم به خیر از اینجا بریم سمت تمکی دیگه. چطور فاطمه جان؟ انشاءالله. آره آره دیگه سفر ما در انگوری میخواییم تمامش کنیم، ولی نه برای همیشه. نه دیگه، باز میاییم، باز میاییم. و این زیبایی را، این فضای امنه، این فضای صمیمی را آدم دوست داره که بار بار ببینه دیگه. عزیزا بیشتر خود ما از جایگاه ورزشکارای فوتبالیستا این فضا رو دیدیم. آره. ولی از جایگاه تماشاچی ها. آره. همه چیز عالی جور کرده عزیزا، همه چیز خوب جور کرده. انشالله به عمر و به مال و به زندگی کسی که چنین جایی را جور کرده برکت. دیگه بیشتر از 1000 نفر که احتمالا تماشاچی بیشتر جای میکنه نه؟ آره. فاطمه جان؟ خیلی چرکی زیاد است. آره. و عزیزا اینجا هم مکان تفریحیش یا مو میدان تفریحیش که اینجا چمن دیگه طبیعی است نه فاطمه جان؟ آره چمن طبیعی است و اینجا برای خانواده ها است. آره که در روزای تفریح میاین اینجا دور هم میشینن، یک چای میخورن یا یک نان یک چیزی. این زمین مربوط از اونا میشه. دقیقا دیگه اونو طرف میبینین عزیزا، اونو دورنگ چه رنگ را که میبینین، رنگ روشن و سرخه. اونجا در حال ساخت و سازه، جدیدن میسازه، نمیخوام شاید جای بازی بیشتر بسازه، شاید جای تفریحی بیشتر بسازه دیگه. همه خود چمن اینجا را خوش آب و هواتر کرده، عالیه همه چی، همه چیز خوبه دیگه. ما و فاطمه جانم دیگه کم کم باید بریم دیگه. چطور؟ آره حرکت کنیم چون نه چند ساعت شد که هم اینجا هستیم. آره. مصروف زیبایی های اینجا شدیم، یکم فوتبال بازی کردیم. آره دیگه خوش گذشت عزیزم. و نازنینا برای مردم عزیز جاغری امنیت آرزو میکنم، روزهای خوب، روزهای شیک، روزهایی که مردم در کنار خانواده خود، در کنار عزیزای خود زندگی آرام داشته باشه، زندگی باشکوهی داشته باشه، زندگی پر دستاوردی داشته باشه. من مطمئن هستم که اگه این مردم امنیت داشته باشه همه چیز بر خود میسازن. فاطمه جان میدونی یکی از تغییراتی که یکی از تفاوتهای مردم جاغری با دیگر جای چیه؟ و چرا قدر پیش آمده یا چقدر رشد کرده، چرا قدر رشد کرده دلیلش؟ یک دلیل محکمش مسافرت. چی کسایی که مسافرت به دلیل تجارت کرده، چی مسافرت به دلیل فرهنگی کرده، چی به مسافرت به دلیل تحصیل کرده،
تمام مسافرت ها جاغری را یک مکان خوب ساخته، یک مکان امن ساخته که تو وقتی میایی بین مردمش قرار میگیری، احساس خوب داری، احساس امنیت میکنی، احساس آرامش داری. اونایی که مسافر شدن در یک جهان دیگر رفتن، یک فضای دیگر، کشور دیگر، قاره دیگر دیدن، با اونمو چشم دید خود، با اونمو جهانبینی خود، خوبی ها، زیبایی ها، ابتکارات اون از همون کشور انتقال داده در اینجا. و امروز میبینیم که یک جامعه بسیار سالم است، نه؟ دیگه چیزی است؟ نه دیگه عزیزا، زیاد گپ نزنیم که بر حرفی نشه. دیگه خیلی خوب بود، قشنگ بود، عالی بود. خیلی خوشحالم از اینکه آمدم اینجا. من خوشحال هستم. همه گردشی که در انگوری داشتیم یک طرف، این پارک تفریحی یک طرف دیگه. دیگه سلامت باشین عزیزا، ما و فاطمه جان همواره و همیشه شما عزیزا را دوست داریم.